اینجا در استودیو علی شیرازی هم کارم با ما همراه شده که بیشتر به این تحولات بپردازیم با همین تصویری که دیدیم از ماکت یحیی سمر موقع کشته شدنش شروع بکنیم فکر کنید چه پیامی داره خب ببینید در حمله اخیر اسرائیل به جمهوری اسلامی دست کم چهار نفر از کسانی که پدافند میکردن از حملات اسرائیل کشته شدن چهار درجه دار ارتش کشته شدن ما می‌بینیم که هیچ صحبتی از اینها نیست در حالی که قهرمانان واقعی مردم ایران به واقع اینها هستند که جون خودشون رو در راه پدافند از کشور دادن به جای آن جمهوری اسلامی میاد افسانه سازی و اسطوره سازی میکنه از یحیی سنوار یحیی سنواری که به غیر از خود جمهوری اسلامی بقیه کشورهای دنیا رو تروریست میدونستن یحیی سنوار کی بوده کسی بوده که عامل به وجود آوردن حملات 7 اکتبر بوده حملاتی که باعث شده بیش از چهل هزار فلسطینی که او سپر انسانی کرده بود کشته بشن که در میانشون بسیاری زن و کودک بودند او باعث شده که صدها نفر رو از اسرائیل گروگان بگیره و هنوز خانواده های اونا نگران وضعیت این گروگان ها هستن میدونیم که نیمیشون کشته شدن اما از سرنوشت اون نیمه دیگرشون اطلاعی نداریم کسی هست که باعث آوارگی میلیون ها نفر از غزه شده باعث شده خا... قضه با خاک یکسان بشه جوری که بازسازیش ممکنه ده ها سال طول بکشه خب جمهوری اسلامی به دنبال اسطوره سازی از یه همچین فردی است درست مثل این میمونه که مثلا آلمان به خاطر اینکه هیتلر میخواسته تمام دنیا رو بگیره و مجموعه آلمان کنه مجسمه او رو بسازن و او رو تقدیس کنن در صورت که اینجوری نیست کسی که جنایت کرده جنایت کاره و باید تقویه بشه مسلما یحیی سنوار در همه دنیا تقویه میشه اما در جمهوری اسلامی از او تقدیر میکنه بپردازیم به سخنرانی حسین سلامی تو مراسم حکومتی 13 آبان چه نکاتی داشت صحبت داشت. مهمترین نکتهش مقصودی کودکان در این راهپیمایی بود یعنی به طوری که داشت اونا رو ترغیب میکرد به جنگ با اسرائیل میخواست از توشون حسین فهمیده ها در بیاره این در حالیه که ما در همین تجمعاتی که در روزهای اخیر داشتیم دیدیم که تماما بازنشسته ها کارگرا میگن آقا جنگ افروزی بس بیا به فکر ملت خودت باش اما این رو از جمهوری اسلامی نمیبینیم و حسین سلامی هم در این مراسم تمام تلاشش رو داشت میکرد که کودکان رو شستشوی مغزی و آماده کنه برای جنگ با اسرائیل متشکرم علی شیرازی هم در استودیو همراه ما